مهمان برنامه این هفته ما آقای ابوالحسن داوودی است که همه میشناسینش. آقای داوودی خیلی خوش آمدین به برنامه سینما 25. طبق معمول ما از شما میخواییم با بینندگان ما با این دوربین یک سلام علیکی بکنید تا شروع کنیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان، امیدوارم که صحبت هایی که میکنم براتون جذاب باشه و سرتون درد نیاره. داوودی جان عزیز، تو هم در دوره در واقع آقای انبار و بهشتی فیلم ساختی، هم در دوره فریدزاده فیلم ساختی، فقط در دوره زرقامی فیلم نساختی، در دوره آقای سیف الله داد فیلم ساختی، در دوره آقای هیدریان فیلم ساختی، در دوره آقای جعفری جلوه فیلم ساختی، در دوره آقای شمقدری فیلم نساختی، در دوره آقای ایوبی فیلم ساختی و در دوره آقای انتظامی هم فیلم ساختی. در همه این دوره ها هم کار صنفی کردی، یعنی همه این دوره ها هم از زاویه کار صنفی بررسی کردی. ببین، ما در شرایطی قرار داریم که مدیریت جدید اصلا داره اسم وزارت ارشاد عوض میکنه، داره ساختار وزارت ارشاد عوض میکنه، داره تعریف فرهنگ رو عوض میکنه و تقریبا مدیریت جدید با دور و مدیریت های فرهنگی دورهای قبل میانه ای نداره، یعنی با تاریخ میانه ای نداره. ما با تاریخ میخوایم شروع کنیم، با تو و تاریخ گذشته رو بررسی کنیم، چون ما 44 سال تاریخ مدیر، ما تقریبا بیش از 40 سال تاریخ مدیریت فرهنگی داریم که این تو این دوره های مختلف اتفاقات خوبی در سینما ایران افتاده، اتفاقات بدی هم در سینما ایران افتاده. ما با تو میخواییم از همون دوره اول شروع کنیم که تو یک بررسی برای ما بکنی، اون دوره که خودت اولین فیلم تو به نام از نقد نویسی آمدی توی فیلم سازی. همینو میخواستم بگم، فکر کردم که یه دوره مهم رو برای شکلگیری این قضیه ظاهرن توی این ابتدا فراموش کردی، چون من اصلا از تلویزیون شروع کردم. بله بله. و از قبل سوش. از انقلاب، اصلا از قبل از انقلاب، چون من مثل خیلی از بچه هایی که تو سینما بودن و بعدن اومدن، از سال 52 که وارد مرسه عالی تلویزیون سینما شدم. دوره مرسه عالی، آها من یادم افتاد. و فارغ التحصیل اونجا بودم، در نتیجه سال 55 من تو تلویزیون از قبل از انقلاب شروع کردم به کار. یه تو اون دوره دوست ما سازنده کشتی آنجلیکا؟ نه، بزرگ نیا قبل از ما بود. آها، تو متولد 34 دیگه. من متولد 34، من سال 52 اومدم مدرسه. دوره تو کیا بودن؟ دوره ما رضا آزادی بود، عرضم به خدمتتون بچه‌ای که بودن، فریال بهزاد بود، جز کسانی که اومدن وارد سینما شدن. و بهروز افخمی و شاهسواری دوره بعد از افخمی دوره بعد از ما بودن، یعنی بهروز و معینی و نمیدونم میلویی و اینا، اینها دوره بعد از ما بودن، دو دوره دو ترم بعد از ما بودن که توی مدرسه اومدن. و خب طبعا اون فضایی که قبل از چیز من با تلویزیون داشتم، یعنی اون تغییر و دگردیسی که تو انقلاب اتفاق افتاد، خیلی تو انقلاب تو تلویزیون کار میکردی؟ من تو تلویزیون کار میکردم. از چه سالی وارد تلویزیون شدی؟ من از سال 55 عملا فارغ التحصیل شدم. یعنی تقریبا 56 میشد، آخر 57، و از سال 56 من وارد تلویزیون شدم. منتها به دلیل کاری که کردیم، ما تو بچه های مدرسه یک دوره چیز داشتیم که به اصطلاح قرار بود که شاگردانی که رتبه بهتری دارن برن و یک دوره چیز رو تو امریکا بگذرونن. تو جز اون شاگردان بودی؟ منم جز اونا بودم، اما حالا یادم نیست چی شد که من نرفتم اونجا و موندم، و به همون دلیل تو خود مرسه عالی تلویزیون موندم به عنوان دستیار استاد. و درست زمانی که انقلاب شد من اومدم. 56 کجا کار میکردی؟ 56 توی مرسی تلویزیون کار میکردم. چه قسمتی؟ تدریس. قسمت تدریس بود، یعنی دستیار استاد بودم که برای کار استاد کی بود؟ کارگردان تلویزیونی. آدم های مختلفی بودن، یعنی حتی یادم اون زمان مثلا این آقای محمد رضا اسلاملو هم از امریکا تازه اومده بود، تکساس درس سینما خونده بود و اومد اونجا و یه مدت با هم کار میکردیم که
خب تقریبا میشه گفت که بیشتر چون کاملا ناوارد بود به اون فضای چیز، بیشتر کلاس رو در واقع خود من اداره میکردم. تو خود تلویزیون کار نکردی؟ نیومدی خود؟ چرا، من تو خود تلویزیون تا سال 73 بعدن تو تلویزیون. قبل از انقلاب نبودی تو تلویزیون؟ قبل از انقلاب یه دوره‌ای که همون دوره خود انقلاب ها و اعتصاب ها بود، چرا اونجا بودم. توی اون چون من اعتصابای تلویزیون یادمه، بچه ها اعتصاب کرده بودن. اونجا بودم که اومدم گروه کارگردانی فیلم و ویدیو، دو تا دفتر کنار هم بودن که بینشون شیشه بود. و خب ما تو اون فاصله، در واقع تو اون مدت تا زمانی که انقلاب شد، اونجا بودیم. زمانی که عملا بعد از 57 وقتی تو تلویزیون شروع کردم به برنامه سازی، تو مسیر برنامه سازی که کردم، خب من از مستند شروع کردم. اونجا دو تا کار مستند انجام دادم، بعد یه چند تا کار به اصطلاح نمایش تلویزیونی انجام دادم که اون نمایشایی که با ویدیو به اصطلاح در صحنه اجرا میشد با ایرج طهماسب و جبلی کار کردم و با مرحوم داوود رشیدی و خانم شیخی مثلا یه کار دیگه انجام دادم. جمیلی شیخی؟ بله، مرحوم شیخی. بعد از اون خب یه مجموعه چیز کار کردم که خب اون خیلی برای خود من جذاب بود. یعنی شاید ارتباط من با بخش حرفه‌ای سینما از اونجا شروع شد. سال 62 یه مجموعه رو تو تلویزیون کار کردم در مورد سینما به اسم چشم‌اندازی به سینما. یک مجموعه بود که بخش‌های مختلف داشت. مرحوم سینایی، خسرو سینایی بخش سینمای مستندش رو می‌نوشت و در ابوالحسن علوی طباطبایی یه بخشی رو در مورد سینمای جنگ می‌نوشت، چون اون زمان به هر حال بحبوحه جنگ بود و جنگ شروع شده بود. چند سال بود در واقع؟ 3 سال بود که شروع شده بود. و یه قسمت هم داشتش که داروش مؤدبیان اجرا میکرد به اسم نشانه ها در سینما، نشانه شناسی سینما. اون موقع کانال یک بود یا کانال دو؟ یک و دو بود. بعد توی اون مثلا ما خب اون رو کامل، اون زمان هنوز ما چیز امکان ویدیو هم نداشتیم، یعنی با فیلم پوزیتیو کار میکردیم. من تمام اون قسمت های بیرونی رو که اجرا میشد و چیز مؤدبیان کار میکرد، اونا رو همه رو به شکل فیلم گرفته بودم. و بعد یادم قسمت های مختلف داشت که هر کدوم مثلا در مورد معرفی یا به اصطلاح نشانه شناسی در فیلم برداری، در مونتاژ، در بخش های مختلف بود. خب اونجا تازه ارتباطم با بخش سانسور توی چیز شروع شد، توی تلویزیون، و چیزهای عجیب غریبی رو تجربه کردم. یادمه که مثلا ما یه بخشی رو توی چیز داشتیم، توی قسمت بخشی که مربوط به فیلم برداری بود و مونتاژ بود، که به نام در واقع در مورد مونتاژ داخل دوربین، یعنی نماهای بلندی که داخل دوربین تدوین در واقع در داخل دوربین و توی حرکات پیچیده دوربین انجام میشه. به عنوان نمونه ما یه دونه حرکت معروفی بود تو آخر فیلم حرف خبرنگار آنتونیونی، اگه یادت باشه. بله، دوربین عبور میکنه از پنجره میبینه. دوربین از پنجره عبور میکرد و میرفت بیرون. معروفترین پلان آنتونیونی یه در حرف خبرنگار. میرفت اون رو 7 دقیقه پلان بود دیگه. یک پلان یک سره بود، اونو گذاشته بودیم. بعد که رو ریل دوربین میره. رو ریل دوربین میرم، از رو ریل منتقل میشه. آره، از رو ریل منتقل میشه. یه دالی پایین و اون دوباره حرکت میکرد، میرفت روی تمام چیزو میدونو میگشت. دوباره میومد با همون ریل وارد اتاق میشد. خب اینو کلن همه ماهیتش تو همین پیچیدگیش و اجراش بود. موقعی که گذاشتیم چیز گفتن که وسط کار مثلا یک حدود 5-6 ثانیه
ماریا اشنایدر یاد باشه تو اون فیلم بازی میکرد و تو یک چیز کاملا لانگ شات، یعنی به هیچ عنوان دیدم نمیشد، یه دامن بلندم تنش بود، حتی این از وسط میدون رد میشد و از جلوی دوربین رد میشد. گفتن این چند تا پلان و بعد چند تا فریم رو بعد در بیاری. هرچقدر من توضیح میدادم که آقا این رو ما گذاشتیم، گفتن نه نمیشه اینجوری، اصلا امکان پخش نداره. خب شرایط اون زمانم مثل الان نبود که امکانه. نه روتوسکوپی نبود آره اون موقع سانسور وحشتناک بود، به دلیل اینکه یه پلان اگه مرد رد میشد پس زمین مهمانی بود کل صحنه در میومد. حالا من کاری که اونجا کردم با فرید مصطفی ساختمون 13 طبقه رو اگر یادت باشه، ما اتاقمون طبقه دوم بود، راهروهای بلند داشت، راهروهای طولانی که فکر میکنم مثلا 50-60 متر طول داشت. فیلمی رو که ما گرفته بودیم پخش میکردیم خود کپی فیلم 35 بود و اون صحنه وقتی که ما بازش کردیم، خود نوار فیلم رو باز کردیم، تمام طول این راهرو رو گرفت. که بعد برای اینی که بتونیم این رو کپی بکنیم اون بخش رو، البته فکر کنم بیشتر از مثلا چند ثانیه بود، چون اون فاصله رو مجبور شدیم که نوار چسب کاغذی رو به مثلا عرض 2 میلیمتر خوب ببریم و به شکل عرضی، چون این کاملا اینجوری از وسط از بین کادر رد میشه و سر و ته کادر رو من پیدا کردم، این چسب کاغذی رو از طرف راست کادر به طرف چپ کادر چسبوندم و کاملا روی هر فریمی روی این قرار گرفت. بعد موقعی که اینو توی رفتیم توی به اصطلاح اون دستگاهی که فیلم رو تبدیل میکنه به ویدیو، دستگاه اسمش یادم رفته سینما، این رو گذاشتیم، خب اینو تبدیلش کردیم به ویدیو و این پخش شد، این به عنوان فیلم پخش شد. ماریا اشنایدر حذف شد، به جاش از وسط میدون یه تیر چراغ برق از سمت راست کادر میومد وارد میشد، از سمت چپ خارج میشد و خب دوستانم پخش کردن اینو به عنوان چیزم، هیچ توضیحی هم داده نشد که این ستونی که یه دفعه میاد وارد کادر میشه چیه. خب این نمونه ها خیلی زیاد بود، یعنی تو اون بخش اون دوره سانسور، بله تو اون دوره اصلا شکل سانسور، یعنی شکلی رو که من با سانسور اونجا تجربه کردم خیلی روی من تأثیر گذاشت. ما اتاقمون بغل اتاق قسمت بخش نمایش فیلم بود، اگه یاد باشه اون زمان مثلا هفته یک یه دونه معمولا یا دو تا فیلم نشون داده میشد، جمعه نشون میدادن و بعد مسئول چیز، مسئول نمایش این، حالا بعدن البته خیلی شرایطش تغییر کرد به همون دلیل، حالا من خیلی اسم نمیارم ولی آدم معروفی هم هست، موقعی که میشد خب ما با هم رفیق بودیم، میرفتیم اونجا میشستیم صحبت میکردیم، یه فیلم از این فیلم های اروپای شرقی بود، یه صحنه ای رو داشت سانسور میکرد، شکل سانسور هم اونجا بود که خود فیلم رو سانسور میکردن، یعنی فیلم 35 رو میذاشتن. 16 میلیمتری بود 35. 35. فیلم 35 رو میذاشتن و با اسپلایستر رو صحنه رو قطع کردن میریختن توی شوتیه بغل. بعد یه صحنه ای بود که این صحنه خب قابل پخش نبود. سر فیلم رو کند، انداخت سر فیلم رو تو شوتیه با سرعت دور موویلا رو با دور تون زد. همین که داشت با من حرف زد، من دیدم کلی صحنه های اضافی هم داره میره. گفتم این صحنه های این رفت تموم شد. و اشکال نداره دیگه بر نگردون فیلمو و 3-4 تا صحنه بعد همونجا اسپلایسر زد و فیلم رو کات کرد. یعنی ما مثلا قرار بود مثلا 10 ثانیه از فیلم هست شه، شاید مثلا یه چیزی نزدیک 1-2 دقیقه از فیلم باش رفت. و من خب چیزای اینجوری رو خیلی اونجا توی تلویزیون دیدم و اینا باعث شدش که سعی کنم که خودم به یه شکلی بخوام که از همونجا شروع بکنم که منجر شد به یک چند تا فیلم مستند و بعد فیلم صفر عشق. نقد نویسی رو قبل از فیلم سازی شروع کردی؟ نقد نویسی رو قبل از فیلم سازی با سروش شروع کردی دیگه. نقد نویسی هم، نقد نویسی من هم خیلی داستان داشت. من در واقع
نقد نویسی رو عین فیلم بدل چیز شروع کردم، مارتین ریت شروع کردم، یعنی بی جای کسی دیگه ای شروع کردم. جای کی؟ جای حالا چون چیز نورالدین نیکروش رو میشناسیم، یعنی فیلم بردار قبل از انقلاب، فیلم بردار پخش بود، فیلم بردار خبر بود و بعد رفت فرانسه، اونجا تو فرانسه دکترا گرفت، دکترای سینما گرفت. منتها خب چون خودش خیلی آدم چیزی بود، خیلی راجع به سینما و سینمای ایران نمیدونست. موقعی که اومد اینجا فیروزان اینو صداش کرده بود، حالا چون دکترا داشت، فیروزان سردبیر سروش بود، آره، صداش کرده بود که براش نقد بنویسه. و خب ما خیلی با هم دوست بودیم، من از قبل از انقلاب که ما کارآموزی میکردیم، یه دوره ای من مثلا دستیار این بودم، دستیار فیلم بردار بودم توی قسمت خبر و اینها. اومد به من گفت، میدونستم که من چیزی مینویسم، گفت اینا از من خواستن که من براشون نقد، من هیچی نمیدونم اصلا از سینما، نه از نقد نویسی چیزی میدونم، نه از سینما چیزی میدونم. گفتم باشه من برات مینویسم. یه دونه نقد رو من نوشتم به اسم خودش رفت اونجا و بعد که چاپ شد خب خیلی استقبال کرده بود. و از نقد دوم خودش اومد گفتش که دیدن دیگه به هیچ نمیتونم، یعنی اهل دروغ و اینا نیستم، نمیتونم. برایش چه رفتم به فیروزان گفتم و خودت ادامه بده، که از هفته دوم من شروع کردم به اسم خودم نوشتن. این داستان ادامه داشت توی چیز و بعد خود این باعث شد که فیروزان از من خواست که راجع به برنامه‌های تلویزیونی بنویسم. برنامه تلویزیونی خب همه دوستای خود ماها بودن دیگه. گفتم من هیچ جور نمیتونم راجع به اینا چیزی بنویسم، اونم تو این فضا، چون کلی دشمن پیدا میکنم. گفت اشکال نداره به اسم مستعار بنویس. من 4 سال اونجا به اسم امید صیاد صفا نقد برنامه تلویزیونی مینوشتم بدون اینکه هیچ کس خبردار بشه. یعنی اون زمان چون کامپیوتر و اینا هم نبود، من تایپ میکردم و با کس دیگه ای میفرستادم و خودشم گفته بود که مستقیم برای خود من مطلب رو بفرستید. به همون دلیل حتی مثلا مسئول صفحه هنری سروشم چند سال نمیدونست که امید صیاد صفا کیه. یعنی برای اینا یه مسئله شده بود که این کسی که اینا رو مینویسه کیه. توی تلویزیون هم خیلی برای خود بچه های تلویزیونی خیلی مسئله شده بود و اون در واقع باعث شد که من اولین فیلمم صفر عشق رو تونستم توی تلویزیون شروع بکنم سال 65. ظاهراً سروش در دوره آقای فیروزان، ظاهراً هر کسی تواب بود و بیرون می اومد و میخواست نقد بنویسه با سروش کار میکرد، دلیل خاصی داشت؟ نه چیز نبود، یعنی به این شکل نبود. به نظرم فیروزان تو اون دوره خیلی سعی می‌کرد که فضای بازتری رو به وجود بیاره و بتونه در حد امکاناتش، در حدی که اون فضای بسته تلویزیون اونم به خصوص تو اون زمان اجازه میداد، این چیز رو انجام بده. مثلا فرض کن یکی از چیزایی که خب اتفاق افتاد اون زمان، هوشنگ اسدی یه مدت توی چیز بود، توی زندان بود و بعد بله از زندان در اومده بود و من خیلی نه من منظورم فراستی بود، فراستی از اینکه در اومد، اومد تو سروش کار کردی. فراستی بعد از اینکه من از چیز اومدم بیرون، در واقع اومد، یعنی من و فراستی هیچ وقت با هم کار نکردیم. ولی اون یه دوره اومد و خیلی کوتاه، مثلا اون زمان چون بالاخره اومده بود مجله گزارش فیلم رو هنوز راه بعد نه اون راه نیفتاده بود، اول اومد تو سروش، اون که تواب نبود، اون آزاد شده بود از زندان. آره بعد من با هم صحبت کردیم، من چیز کردم و اون پذیرفت. یه دوره اومد توی سروش که یه دوره اونجا مون که بعدش منجر شد به رفتن به گزارش فیلم. آره اون بعدن، اون سال 69 دیگه، اون موقع چی؟ ولی دوران چیز بعد از دورانی بود که من بودم. فراستی؟ یعنی بعد از من دورانی بودش که، یعنی بعد از اینکه من اومدم و مشغول فیلمسازی شدم، اصلا کادر سروش تغییر کرد.
یعنی اون مخمل چیز مخمل باف اومد اونجا یه دوره یه دوره نبوی اومد اونجا ابراهیم نبوی اومد معذرت میخوام مخمل باف گفتم ابراهیم نبوی اومد ابراهیم نبوی اومد یه صفحه سینمایی رو انداخت و خیلی یه ویژنامه سینمایی رو انداخت اون صفحه اون درست بعد از این بود که من از اونجا اومدم آها چون ویژنامه خیلی هم دو تا مسابقه خیلی مهم آره. کرده این مسابقه با مخمل باف کرده یه مسابقه با کیانوش عیاری کرده اون آره. مسابقه رو من دارم خیلی مسابقه مفصلیه آره. نبوی کرده یعنی تیم دارم تا آدمای کنار نبوی یادم نیست کیان ولی صفحه دست ابراهیم نبوی بوده سر بله اون همون دوره نبوی بود که چیزم اومد موشنگ؟ نه فراستی اومد فرستی یه دوری اونجا نقد نوشته بعد رفته سوره دیگه بله یعنی بعد رفته سوره در واقع چون اونو من یادم بود که اومده مثل که آوینی آوردش اونجا ظاهرا احساس میکنم اینطوری آره دیگه بعد از اون دیگه من ارتباطم دیگه خیلی کم شد یعنی ارتباطم من در واقع خیلی به ندرت من اون زمانم بود گاهی برای خود اونها هم مثلا چیزی می نوشتم یا اینی که در همون با اون اسم امید سعید صفا چیزی باشه تو سفرش خب مجوز گرفتی پروانه ساخت گرفتی؟ نه فیلم. از طریق تلویزیون ساخت از طریق تلویزیون ساختیم و بعد زمانی که دادی به شد دادیم به جشنواره و بعدم پروانه نمایش جشنواره سال 67 البته دیگه. البته سفرش درست در دوره چیز دوره ای که در زمان ساختن فیلم بحث حجاب و اینها اومد چون یه بخشی از فیلم بی حجاب بود گوچره سجادیه که سرش عمل میکرد با این سارجی فکس در واقع توی چیز میومد موهاشو زده بود کوتاه کرده بود و فقط یه توری رو سرش بود به همون دلیل بعدن فیلم توی چیز در واقع نمایش عمومی ما نداشتیم ما یه نمایش خیلی مختصر توی تهران داشتیم و مشهد و جای دیگه دیگه به نمایش در نیومد بخش حجاب که از سال 62 فکر کنم بخش حجاب بوده دیگه ظاهرا بوده ولی این بخشی که چیز داشت اون زمان مثلا اجازه رو داده بودن که حتی ما گرفته بودیم اما بعدش دوچار مسئله شد اونجا اجازه گرفته بودیم بعد دوچار مسئله شد سال 67 فستیوال نمایش داده شد 66 یا 67 یادم نیست و اولین فیلمت بود که ساخته شد آره حالا دوره بهشتی هستیم تو این دوره دو تا کار کردی دیگه در واقع سفر جادویی رو کار کردی که من یادمه در واقع و برها به بهش نمیروند رو کار کردی دیگه والا میگم من کارام همیشه به شکل تصادفی اتفاق افتاده یعنی سفر جادویی رو قرار نبود من کار بکنم قرار بود هم بیتا همسرم که اونم کارگردانی خونده بود اون زمان اگه یادتون باشه چیز بود خیلی دوره کارگردانی خانم ها بود خیلی رو بورس بودن و مثلا پوران درخشنده بود و فریال بود و رخشان شروع کرده بود بله دیگه اومدن آره. دیگه از سال 64-65 اولین از رابطه رو بله آره اولین پیشنهاد رو به چیز دادن به بیتا منصوری دادن که بعد حالا اون به دلایلی که داشت و چیز داشت ما بچه دوممون در واقع داشت دنیا میومد نتونست این کار آره دیگه پسر بعد فراز بعد به اون دلیل من در واقع جای اون رفتم سر کار و من هیچ وقت قبل از اون اصلا به خاطر اصلا جنس روحیم چون قبل از اون من به شدت آدم عبوس و خیلی جدی و چیز بودم تصور نمی‌کردم که اصلا فیلم کمدی بسازم ولی خب اون فیلم اومد و بعد بسیار فروخت آره هم فیلم هم تونست توی جشنواره موفق بشه هم داخل ایران یکی دو تا جشنواره خارجی هم رفت و جایزه گرفت و تو مصر و توی هند و اینها و بعد توی چیزم فیلم پرفروشی شد یعنی جز پرفروشترین فیلم کودک سال شد و بعد از اون یه جوری موقعیت من انگار برای فیلم کمدی تثبیت شد و بعد از اون من سه تا فیلم کمدی پشتم ساختم تا رسیدی به مرد بارانی تا رسیدم به مرد بارانی تا رسیدم در واقع به
بوی خوش زندگی و بوی خوش زندگی در واقع آخرین فیلم دوره اول کمدی سازی من بود که بسیار فیلم سختی بود اما تجربه بزرگی بود برای من، یه تجربه شکست خورده که خیلی به من کمک کرد. یعنی این از اون چیزایی بود که من همیشه تو زندگی مرهون این شکسته بودم. فیلم به هر شکل ممکن شکست خورد، یعنی هم فیلمی بود که کامل سرمایه گذاری کرده بودیم توش و به هیچ عنوان نفروخ و مورد توجه چیزم واقع نشد، مثلا منتقدین سینما دوستان رو نشد. ولی فیلم بسیار فیلم سختی بود. علیزا خمسه. بله. با تیپ خاص خمسه و از این. آره، یعنی اون فیلم رو ما سر فیلم نامش با پیمان قاسم خانی که کار کردیم، بعد از فیلم من زمین رو دوست دارم که خب اونم به لحاظ ارتباط با مخاطب خب موفق شد و فیلم پرفروشی شد، اونو نوشتیم، با هم دیگه نوشتیم و منتها فیلمی بود که تولیدش تو ایران اون زمان واقعا خیلی چیز بود، غیرعادی بود، شاید نوع کمدی رو که انتخاب کرده بود. اون زمان وارد فعالیت صنفی نشده بودی هنوز که؟ نه، من در واقع بعد از اون بود که سال 73 بود، چون اونم باز به دلیل این بود. البته فعالیت صنفی چرا؟ به عنوان فعالیت صنفی مثلا توی کانون فیلمنامه نویسان من یه مدتی مسئولیت داشتم، دو دوره قبل از اون تو همون دوران، اما توی خانه، توی هیئت مدیره خانه سینما و مسئولیت خانه سینما بعد از اون اتفاق افتاد. یعنی از سال 73 ما با مرحوم سیف الله داد، چون همسایه بودیم با هم دیگه. کجا؟ توی همین خیابون بالای سطر، خیابون بهار، اونجا همسایه روبرو بودیم و یه شب، آره، یه شب سیف الله معمولا چیز میومد، همدیگر رو میدیدیم دیگه تو ورودی، تو پارکینگامون روبرو هم بود. یه شب تا اومد من نگه داشت و همون دم در نزدیک یک ساعت همونجا جلسه گذاشت و اصرار که، حالا من به دلایل قبلش در واقع یه خورده زده شده بودم از فعالیت صنفی و من نمیخواستم بیام و با اصرار خلاصه منو کشون به اون دوره اولی رو که ما با هم وارد هیئت مدیره شدیم و به عنوان من از کانون فیلمنامه نویسان و اون از کارگردان ها وارد هیئت مدیره شدیم که بعدش یک سال بعدش با دوم خرداد که شد، خب اون رفت به وزارت ارشاد و شد معاون وزیر و من شدی رئیس هیئت مدیره. خب الان اول از هم داودی، اگر بخوای دوره 62 تا 72 رو، 71 رو بررسی کنی، دوره آقای فخردین انوار و دوره سید محمد بهشتی رو، شاید دو از انتهای از 71 آقای لاریجانی میاد اما بهشتی اینا هستن، از 72 در واقع که میرسلیم میاد و در واقع عوض میشه معاون سینمایی، اون دوره 11 ساله تموم میشه، اون دوره چگونه ارزیابی میکنی؟ ببین ما در واقع حالا بعد از تو یه بخشش منتقد بودی یه بخشش کارگردان. دقیقا من چون با خود سید محمد بهشتی تو تلویزیون، از قبل از تلویزیون، یعنی از گروه فیلم و سریال، از همون سالهای 60 ما با هم دیگه آشنا بودیم و اصلا سر شکلگیری فارابی، چون بهشتی اون زمان با همه صحبت میکرد و مشورت میکرد، یادم هستش که ما جلسات متعددی رو همون تو سالهای 59 و 60، مثلا اوائلی که هنوز فارابی تشکیل نشده بود، بحث داشتیم و راجع به مقوله های مختلف و من جمله راجع به شکلگیری فارابی با آقای بهشتی صحبت میکردیم که خیلی وقتا مثلا میومد میشست تو اتاق ما و اونجا با هم طولانی راجع به چیز بحث میکردیم. حتی فیلمنامه‌ای رو که نوشته بود که به اسم آن سوی مه
بله بله که مرحوم چیز ساخت آقای هر دو اسمش یادمون رفته عسکری نسب. عسکری نسب بله. این نطفه اولیه و نسخه اولیه‌اش رو شاید مثلا چند بار اونجا با هم بحث کردیم و خوندیم و هی صحبت شد و شکل گیری اولیه فارابی هم که توی باغ فردوس بود که هنوز حتی وسیله نداشت، اولین جلسات رو من حضور داشتم که یادم مثلا میصندلی نداشتیم، تو تاقچه میشستیم برای اینکه با هم دیگه صحبت بکنیم. بنابراین از همون ابتدا من با به اصطلاح جریان یافتن فارابی و شکل گرفتنش کاملا میدونستم که چه اتفاقی قراره بیفته. خب این یه مجموعه بود، یه مجموعه بود که یه بخشش همون بخشی بود که اصطلاح معروف اسفندیاری دیکتاتوری دلسوزانه رو بعداً باب کرد. آره بعداً من نوشابه امیری با اسفندیاری آره خب بعداً باب کرد و واقعاً این اتفاق اونجا می افتاد. یعنی ولی به نظر من، حالا اگه منو محکوم نکنن دوستان بیننده ها بخیز، به نظرم اون جنس سینما به یک مقداری از این نگاه لازم داشت، یک مقداری از این، یعنی دیکتاتوری دلسوز لازم، یه مقداری به نظر میومد برای شکل گیریش لازم در آغاز راه شکل بگیره و به اصطلاح پایه هاش رو صفر بکنه. بنابراین بهشتی، به خصوص بهشتی، حالا انوار یک موقعیت جداگانه ای داشت، اون بیشتر موقعیت اداری تو اجرایی بود، اجرایی اون فکری بود داشت. اون فکری بود و کاری رو که بهشتی انجام داد عملا یک سینمایی رو شکل داد، مثل کاری که خیلی شاید از کسانی میکنن که ممکنه متهم به دیکتاتوری هم بشند، اما حاصل کارشون حاصل ماندگاری میشه. و همچنان که سینمای ایران به نظرم از این جهت خب خیلی شکل گیریش، اینی که تونست رشد بکنه و سر پای خودش بیسته، مدیون اونه. اما خیلی اتفاقات هم افتاد. من خودم مثلا یادم زمانی که سفر جادویی رو میخواستم بسازم، 66 که میخواستم بسازم، فیلمنامه فیلم به دلیل ساختارش اصلا، چون فیلمنامه جز اولین فیلمنامه‌ای بود که متعلق بود به سینمای خانواده، یعنی نه فیلم کودک بود نه فیلم بزرگسال، هر دو تا امس که من هر چقدر توجیه می‌کردم اینا خیلی متوجه نمی‌شدن، اینا دو تا شورا داشتن، یک شورای کودک یک شورای بزرگسال، فیلم یا باید بزرگسال بود میرفت توی شورای بزرگسال یا کودک بود میومد تو کودک. این فیلمنامه هی بین اینا پاسکاری می‌شد، میرفت توی شورای کودک میگفتن این بزرگساله، بعد میرفت تو بزرگسال میگفتن این قهرمانش کودکه. انقدر پاسکاری شد که بالاخره یه چیزی نزدیک 6-7 ماه طول کشید و من دائما اونجا هی میرفتم پیش بهشتی، حالا به دلیل سابقم طوری بود که این دیگه انقدر چیز شده بود، آسی شده بود که به شوخی یک بار گفت که من هر دفعه میام تو رو اینجا میبینم دیگه. این دفعه گفتم اگه ماشین بزنه تو خیابون که تو یه چیزیت بشه دیگه اینجا پیدات نشه. ولی خودش با در واقع مسئولیت خودش جدایی از هر دوتای این چیزا، چون فقط با اونا پروانه ساخت میدادن، مجوز رو داد و من با اون مجوز، اولین مجوزی بود که به نظرم بهشتی جداگانه داده بود، فیلم سفر جادویی رو ساخت. درجه چی بود؟ الف بود دیگه؟ الف بود بعد. خب ببین، درجه بندی باعث شد که فیلمسازای الف دیگه فیلمنامه ترتیب نکنن. آخه بعد از اون بود. آره بعد از اون بود. بعد از اون، تا اون زمان که من اصلا کاری، آره تو 66 داشتی این کاری می‌کردی. مثلا 66 داشتم. آره آره. که هنوز از تای 65 اول 66 در آره تو درجه نداشتی. آره. آره. یعنی بعد از اون که دیگه درجه بندی شد، خود فیلم درجه گرفت و نمیدونم چیز شد و یه خورده فیلم فروخ، بعدم فیلم من زمین رو دوست دارم هم همین موفقیت رو ادامه داد. اون زمان دیگه کار من راحت تر شد توی سینما. اون دوره معتقدی که اون دوره باعث میشه که سینمای ایران در پس از انقلاب شکل بگیره دیگه، نظر تو رو دقیقاً با هویت پیدا کنه، هویتی که در واقع تونست سر پای خودش بیسته. آه.
تونست به عنوان یه، چون تو اون مراحل اولم همه چیز یادته که همه چیز در اختیار خود بنیاد فارابی بود، یعنی اینجوری بود که ما تو اون اوائل حتی سرمایه گذاری فیلم در خیلی از موارد خود فارابی انجام میداد، تمام نفوذ فکری و اینی که فیلم نامه چگونه باید ساخته بشه و چه شکلی داشته باشن هم اونا انجام میدادن. مثلا ما و واقعا هم تو اون شرایط هم بهشتی به لحاظ اون ایدئولوژی رو که بهش معتقد بود، اون تصور ذهنیتی رو که از سینما داشت وقت میذاشت. من یادم انقدر جلسات طولانی باش داشتیم، مثلا یه فیلم نامه قبل از اون داشتیم با فرید مصطفوی که قرار بود بسازم به اسم شب تنهایی، ما یک جلسه داشتیم نزدیک به 6-7 ساعت طول کشید که یک سره در واقع این داشت راجع به این فیلم نامه توضیح میداد که دیگه ما خسته شده بودیم. منظورم این بود که تو اون زمان مدیریت ها مثل الان نبود که اینا وقت میگذاشتن، اما به همون اندازه هم سعی میکردن که چیزای خودشون رو حفظ بکنن. یه نکته ای که تو حرفات اثرگذاری خودشون حفظ، خیلی اثرگذار، ببینید که ما باید بدونیم که مدیریت اولی، مدیریت 62 تا 71 مدیریت ایدئولوژیکی نبود که بخواد در واقع یک جریان سینمای ایدئولوژی نه، منظورم از ایدئولوژی شاید ایدئولوژی کلمه درستی نبود، ساختاری رو که از سینما بهشتی ابتدا تو بحثاش هم خیلی معتقد بود به این بود که سینمای تو اسلامی میتونه به وجود بیاد، یعنی سینمای انسانی و اسلامی، سینمایی که حتی بنیاد تکنیکیش با سینمای کلاسیک، سینمای آمریکا و سینمای جهان متفاوت باشه، که ما روی این بحث‌های فراوانی می‌کردیم که توی هم توی فیلمنامه نویسی، تو جنس نمیدونم بازی، تو جنس داستانگویی این متفاوت باشه، که روی این مسئله خیلی بحث‌های طولانی و چیزی هم گاهی وقتا تندی هم می‌کردیم که چنین چیزی امکان نداره. من یادم حتی به دلیل بابت اینی که این فرضیه رو ثابت کنه، اصلا خود آن سوی مه نسخه اولیه‌اش بر این مبنا نوشته بود که یکی از چیزهایی که مثلا اون زمان بحث بود این بود که خب تو درام خودت میدونی که مبنای درام به هر حال اگر اون شکل چیز هگلی شو در نظر بگیریم مبتنی بر دیالکتیکه، یعنی شما باید حتما علت و معلول تز داشته باشی، علت و معلول داشته باشی، آنتی تز، و این رو نفی میکرد، میگفت در سینمای اسلامی ما احتیاج به هیچ کدوم از اینا نداریم. و بعد اون بر مثلا صحبت این بود که خب بدون چیز که درام شکل نمیگیره، بدون اینکه تضادی وجود داشته باشه، بدون اینکه کسی یه مورد علاقه انسانی که دوست داره خانه دوست کجاسته بهشتی دوست داره، که حتی توصیه هم کرده به کیارستمی، قرار بود اون فیلم کسی دیگه بسازه، اون فیلم نامه رو توصیه کرده خود کیارستمی بسازه، یعنی که از فیلم نامه های مورد علاقه بهشتیه. یعنی شانس بزرگ ما این بود که مدیریت دهیش هست، مدیریت 62 تا 71 ایدئولوژیک نبود. تحلیلی رو که اون زمان از سینما داشتم بیشتر دوره بودش که توی خانه سینما، یعنی از همون دهه 70 دهه 70 آره، دوره‌ای که بهشتینا رفتن، آره. دوره فریدزاده و زهرامی دیگه، چون اون دوره اولیه دوره دهه 60 حداقل به من کمک کرد، یعنی به من فیلمساز و خیلی از بچهای فیلمسازی که اونجا خیلی بودن کمک کرد، کمک کرد که بله. ما بتونیم در واقع یک چیزی رو که احتمالاً تو تلویزیون نمیتونستیم با اون فضا ادامه بدیم، یعنی تلویزیون خود فیلم صفر عشق من رو برای همیشه بایگانی کرد. خیلی جالب، یعنی من تنها فیلمی که هیچ نسخه ای ازش ندارم فیلم صفر عشقه، یعنی نه نسخه ویدیو ازش دارم نه کپی ازش دارم. یادم باشه تلویزیون اون زمان فونتامارا نشون داده، تلویزیون اون زمان مسیح در ابولی توقف نمی کند نشون داده، مارکوپولوی جولیان مونتالدو نشون داده، که الان تلویزیون اونا رو نمیتونه نشون بده. بله. تلویزیون اینا رو نشون داده، ولی اون فیلم رو، اون فیلم بایگانی شد و هیچ وقت نشون داده نشد، با وجود اینکه مثلا فیلمی بود که خب خیلی میتونست حداقل برای خود تلویزیون، برای نمایش تلویزیونی براشون
چیز باشه، حتی نمایش تلویزیونی هم اجازه ندادن که داشته باشه برای و هیچ وقت نمایش داده نشد فیلم. حالا میرسیم به دوره بعد، یعنی دوره‌ای که دیگه تو تقریبا دارای تحلیلی از 72 دوره میرسلیم که آقای در واقع فریدزاده دو سال وجود داره. البته ببخشید قبل از اون من یه فیلم دیگه هم برای تلویزیون ساختم، فیلم سینمایی بود که ایلیا نقاش جوان که اون از ابتدا توقف شد. یادم آره آره. فیلم رفت، فقط رفت جشنواره کودک و اونجا جایزه گرفت، بعد البته جشنواره رشد هم جایزه اول رو گرفت، ولی اون فیلم به کل توقف شد، یعنی هیچ جور نمایش نه تلویزیونی پیدا کرد نه سینمایی. بعد دوره اما دوره در واقع 72 تا 76 رو که دوره فریدزاده است و دوره زرقامیه چگونه می‌بینید؟ چی رو بررسی؟ دوران فریدزاده را باز من بیشتر توی دوران تلویزیون باهاش چیز داشتم. آشنا بودم. آشنا بودم. توی دوران فریدزاده عملاً فریدزاده به دلیل ماهیت فکریش که هم از ساختار تلویزیون در واقع اومده بود اونجا و خیلی به نظر می نمیمد که بتونه با بچه های سینما ارتباط چیز داشته باشه، ارتباط تئوریک داشته باشه، ارتباطی بتونه داشته باشه که مثل مثلا بهشتی بتونه تأثیر گذار باشه یا مثل انوار اجرایی باشه، به یک اصولی معتقد باشه. من خیلی شخصا خاطره شاخصی ندارم که بتونم اون دوره رو ارزیابی بکنم. به نظرم میومد که تو اون دوره اتفاق خاصی نیفتاد توی سینما، حداقل اون چیزی که در رابطه با مثلا محدوده کاری من بود. من از دوره مثلا زرقامی یا از دوره بهشتی خیلی خاطره های بیشتری دارم به لحاظ جنس کار. آقای فریدزاده خیلی کوتاه. فریدزاده در واقع واسطه ایست بین دوره زرقامی و دوره بهشتی، بابت اینکه میخوان جریان راست فشار میاره رو هاشمی که عرصه فرهنگ مدیریت عوض شه دیگه، یعنی دو تا مدیر، دو مدیر حتی وزیر به وزیر علوم عوض شه. این لاریجانی یک سال و نیم بیشتر باقی نمیمونه، یک سال و نیم یعنی از 71 میاد، از خرداد 71، از مرداد 71، تیر 71 میاد تا آخر 72، آخر 72 میرسلیم میاد که میرسلیم که میاد مأموریت داره که عرصه فرهنگ رو عوض کنه. لاریجانی یک خوده با همکاری میکنه با بهشتی و انوار و اینا، ولی میرسلیم دیگه همکاری نمیکنه، معاون عوض میشه و در واقع تو خاطرات بهشتی هم هست احساس میکنن که دیگه نمیتونن بمونن، بهشتی و انوار میان بیرون از عرصه فرهنگ هنر، با اینکه سینمایی رو که درست کرده بودن و خیلی هم پاش زحمت کشیده بودن مجبور میشن که بذارن کنار و بیان بیرون. فیضای دو ساله، زرقامی هم دو ساله. خانه شکل چیزش به اصطلاح تأسیسش برای موندگاری همون سینمایی بودش که بهشتی و انوار پایه گذاشته درست. بودن. این نکته خیلی مهمه. یعنی خانه اصلا تشکیل شد اصلا که اون سینما از بین نره بمونه، یعنی من ادامه این جمله ای رو که تو گفتی میخواستم اینو بگم که این مقدمه، یعنی بهشتی و انوار و حیدریان یک کاری که اول کردن که هم البته بعد جنس کاری که کردن هم برای خانه سینما تا همین الان گرفتاری به وجود آورده، هم واقعا باعث به وجود اومدن و ماندگاری شده. حالا تو از دو صحبت کنیم، از دوره زرقامی 74 تا 76 که تو در واقع چیز بودی دیگه. ببین اون دوران کاملا یک دورانی بود که یک دوران کاملا سیاسی بود، یعنی دورانی بودش که این جریانات سیاسی اومده بودن و خیلی براشون سینما هم اهمیت داشت، یعنی سینما به عنوان اینی که و خانه سینما و ساختار خانه سینما هم از ابتدا که هنوزم این مشکل درش ادامه داره، اینه که این وابستگی اقتصادی رو که به ارشاد داره باعث شده که همیشه مدیران مختلف، یعنی معاونین سینمایی سابق یا مسئولان سازمان سینمایی فعلی
هر گونه استفاده‌ای رو که میتونن بر اساس وسعشون از این داستان انجام بدن، هم بر اساس وسعشون هم بر اساس ساختار هیئت مدیره‌ای که توی خانه بود. طبعا خب تو اون دوره به نظرم، حالا نه اینکه من اونجا بودم، ولی خب واقعا سیف الله خیلی تو این زمینه آدم با تدبیری بود. آخه یک دو اونجا یک بر درگیری هم بین شما و ارشاد پیش اومد. کاملا همینو میخوام بگم. ارشاد میخواست یک آدمی از بذاره اونجا تو خانه سینما. همینو میخوام توضیح بدم. یعنی اون زمان این خانه سینما در واقع کاملا در انحصار چیز بود. در قبل از اون کاملا در انحصار وزارت ارشاد بود. بله. به دلیل اینی که خب تمام پرداختی های خانه، تمام مخارج خانه از طریق وزارت ارشاد پرداخت می شد. بعد از اینکه ما اومدیم، خب اولین جلسه ای که ما داشتیم یادمه که ما تمام مخارج اضافی خانه رو که در ابتداش همه دریافتی هایی بود که مدیر عامل و هیئت مدیره می گرفتن اونجا به عنوان حق و جلسه و نمیدونم حقوق و اینها، همه رو قطع کردیم و خانه در دو یا سه سال بین، مثلا اگه حافظم یاری بکنه، بین 35 تا 40 میلیون تومان سالانه مثلا مخارجش بود و اونم به شکلهای مختلف سعی میکردیم در بیاریم که مهمترینش بعدش از دو سال بعد، از آره دیگه دو سال آخر دوره اول بود که جشن سینما شروع شد، ما تونستیم مثلا با اونجا اسپانسر گرفتن یه بخشی از مخارج جشن، مخارج خانه سینما رو انجام بدیم. به همون دلیل خانه در واقع و هیئت مدیره تونست یه مقدار روی مواضع خودش بیسته. یکی از چیزایی که اون زمان اتفاق افتاد این بود که موقعی که این آقای زرقامی اومد، خب خواست نماینده بفرسته اونجا. آقای شونجر میخواست بفرسته؟ اون نمیخواست بفرسته. آه. و در واقع چیز بود که آقای نماینده باید اونجا بیاد و بحث اولی رو که پیشنهاد اولی رو که خودش کرده بود شورجه بود که خب بحث شد و کلی اول توی جلسه ما چیز داشتیم، مسئله داشتیم، ولی بعد سیف الله گفتش که خب اشکال نداره بذاریم بیاد. و بعد یه جلسه ای آقای شورجه اومد اونجا و یادم گفتیم که خب شروع کرد به صحبت کردن، دیدیم اصلا این اینجا رو کاملا اصلا قصد داره تبدیل به یک مثلا حسینیه بکنه به جای خانه سینما و مثلا نماز جماعت اینجا را باید گفته باید انجام بشه و فلان بشه. گفتیم آقا اشکال نداره شما اینا رو بنویس، شما هر چی که فکر میکنی لازمه که بعد در ازاش پولی پرداخت بکنی بنویس. ایشون 5 صفحه نوشت. بعد این 5 صفحه رو یه جلسه گذاشتیم بردیم پیش خود آقای زرقامی. زرقامی حالا شورجه خدا حفظش کنه هست هنوز، خدا حفظش کنه، بله، ولی گفت این بی خود کرده اصلا، این چیزا چی اینجا خانه سینماست. و بعد از اون گفت نه شما برید، نمیخواد چیز کنین. و بعد شفق رو فرستاد که شفق اتفاقا کسی بود که اومد اونجا و خیلی کمک کرد در اینکه خب خیلی موازش خیلی متفاوت بود و کمک کرد که خانه سینما با اون شکل و شمایلی که داشت سر پای خودش باقی بمونه و بتونه در ضمن هزینه ها و مخارج خودش رو، اون چیزی رو که با ارشاد داشت رو به اصطلاح بتونه داشته باشه و ادامه بده به کارش. و من حالا میگم اون بخش سیاسیشم دقیقا یادمه که توی فکر میکنم 1 هفته مونده بود به انتخابات. برای اون زمان خب آقای زرقامی به شدت، یعنی گروهی که گروه همفکر زرقامی بودن، خب به شدت برای ناطق نوری کار میکردن. بله، اصلا تو مسجد الجواد برنامه گذاشتن. و خب اون گروه سینماگران مسلمان و فیلمسازان مسلمان هم که خب بله همون تشکیل اصلی بود، تشکیلاتشون بود، شورجه و بله اونجا کار میکردن. و اون فرستادن شورجه هم به این دلیل بود که
در واقع این پایگاه خانه سینما رو هم هیئت هنرمندان مسلمان بتونن آره اونجا هنوز هم هست هیئت هنرمندان مسلمان ولی قدرت زیادی نداره. ما یک هفته قبل از انتخابات یه جلسه ای رو به خواست خود سرقامی تو دفترش گذاشتیم که در واقع با ما اتمام حجت کرد که آقا یه هفته دیگه انتخابات داره انجام میشه و طبق آخرین نظرسنجی هم که انجام شده از 38 تا رأی آقای ناطق داره، یک رأی خاتمی داره. شما بعد یکی دو تا مشاورم داشت، یه مشاوری داشت که اون داستان گفتمان رو اگر یادت باشه یه چیزی رو انداخته بود که ما یه گفتمان مثلا رو بندازیم و حالا اون بحثش جداگانه بود که شما اگر بیاید و بیعت بکنید و در واقع بپذیرید. خیلی وقت قبل از انتخابات این جلسه رو برشون نه 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 دقیقا مثلا فکرم یه هفته یا ده روز قبل از انتخاب قبل از میدونم مثلا قضیه فکر کنم اینطوری یعنی اشتباه نمی کنی؟ نه اشتباه نمی کنم نظر سنجی که آمده بود بیرون دیگه چیز دیگه ای ثابت نه نظر دقیقا ما فاصلهمون با انتخابات خیلی فاصله کوتاهی بود خیلی فاصله کوتاهی بود که اون زمان دقیقا سیف الله به عنوان مسئول هیئت مدیره اومد اعلام کرد که ما چون هیچ گونه موضع سیاسی نداریم در نتیجه وارد جریانی هم نمیشیم و البته خب آقای زرقامی هم با یه خورده با ناراحتی چه جلسه رو خاتمه داد و رفتم و دقیقاً مثلا یک هفته ده روز بعد انتخابات شد که فاصله فرق همون موقع من یادمه یک بیانیه چاپ شده بود همه امضا کرده بودن همه بچه خانه سینما همه امضا خب. کرده بودن در حمایت از خاتمی همه اتفاقات همه این اتفاقات چون همونجا هم بحثی که شد که تقریباً به یک نوع درگیری و بحث لفظی در واقع پیش اومد که آقا این اتفاقات داره میفته که بعد اعلام کردیم که آقا اینا همه خارج از خانه سینما داره میفته این مواضع دوستانی هستش که مواضع شخصیشونه بله بله. و ربطی با ما نداره و ما مسئول ضمن اینه که ما اینا کارمند ما هم نیستن و کسایی نیستن که ما بتونیم مثلا اون زمان 4000 نفر 4500 نفر بودن ما بتونیم به همه مثلا دستور بدیم که شما بیاین با فلان کس بیعت بکنید یا از فلان کس به فلان کس رأی بدید بله دیگه همون اونا رو دید که آقای زرقامی بود که ظاهرا صحبت شد یک سری هنرمندای دیگه بیان ناطق نوری حمایت کنن که من یادم فرابخش عکس ناطق نوری زده بود بالای دفتر که ببین این داستان خیلی فاصله کوتاهی بود و اتفاقا هم بحث اصلی هم همین فعالیتایی میشد که فعالیتایی که اونجا اتفاق میافتاد همشون تو دفاتر بیرون بودن یعنی تو خانه آره، سینما تو خانه نبودن. ما به دلیل حساسیتی که بود و حتی میخواستن این حساسیت رو تبدیل به مدرک بکنن هیچ جور اجازه حتی یک دونه پوستر رو تا روز انتخابات هیچ جور نه هیئت مدیره و مدیر عامل اجازه ندادن که وارد خانه بشه و اگه یادت هم باشه یه شب مثلا تو اون تاریخ زنگ زدن به من ساعت 6 صبح چیزی نگهبان خانه سینما که آقا این مرحوم رخشانی حمید رخشانی بود آره این اومده تمام در و دیوار خانه سینما رو پوستر خاتمی چسبونده که من ساعت 6 و نیم اومدم تو خانه اونجا و بقیه کارگرای خانه رو هم جمع کردیم شروع کردن تا ساعت مثلا 9 صبح تمام این پوسترها رو از در و دیوار خیلی کندن. تلخ این معنی بگم من تو هفته‌نامه سینما بودم سینماگرا بیانیه چاپ کرده بودن از حمایت از خاتمی ما مجبور بودیم به بخشوری بگیم که این آگهیه و در واقع حالا بعداً تکلیفی روشن می‌کنیم ولی نمیتونستیم این مقدار آدمایی که در رأس یک سری چیزایی بودن نگران بودن و مواظب بودن که اتفاقات نیفته ما به عنوان آگهی اون آدمه آگه اطلاعیه ای که همه امضا کرده بودن خیلی امضا کردن بعد اطلاعیه دیگه ای اومد که بخش دیگه از هنرمندا امضا کرده بودن ناطق نوری حمایت کرده بودن دورانی بود هستن اصلا اون دوران یک جور امیدواری عجیب و غریبی پیش اومده بود که همه این رفتارا شبانه روز
تو دفاتر مختلف انجام میشد و انقدر این مسئله برای ما مهم بود، چون ما واقعا تصورمون بود که یک رنسانس اساسی داره تو رفتار حکومت به وجود میاد و به شدت نسبت به این رنسانس اعتقاد داشتیم و امیدوار بودیم. اصلا وقتی که خاتمی مسئله جامعه مدنی رو مطرح کرد، اصلا اتفاق بسیار مهمی بود گفت. و یادمه ما تو جلسه مثلا دوم و سوم، یعنی یکی دو هفته بعد از انتخابات، انقدر این جریان راست و جریان به اصطلاح محافظه‌کار کلاپس کرده بود و شوکه شده بود، اصلا شوکه شده ما توی خانه سینما جلسات متعدد گذاشتیم، کمیته ها 8 کمیته رو تشکیل دادیم که توش از وزیر بود تا معاون وزیر و هر جایی رو که زنگ می‌زدیم اینا به سرعت خودشون می‌رسوندن، می‌اومدن اونجا جلسات می‌ذاشتن. نزدیک 400 ساعت نوار کاست ما فقط اون زمان داشتیم. دوران باشکوهی بود اون انتخابات، انتخاباتی بود که گفتمان دموکراسی داشت پیروز می‌شد و خیلی مهمه. و بعد البته بعد اشتباه بزرگی که شاید ماها کردیم تو اون دوران این بود که اون جریان مقابل رو و اون کارشکنی رو که ممکن بود از طریق اونا اتفاق بیفته و فضایی که به وجود اومد و نتونستیم تحلیل بکنیم و دست کم گرفتیم و باعث شد که تمام اون چیزایی که اون زمان به اصطلاح زمینش به وجود اومده بود یکی یکی برباد بره و از بین بره. وگرنه اگر با همون ضرباهنگ، مثلا با اون ضرباهنگ چند ماهه، 6 ماهه اولیه که تو ابتدای دوم خرداد خانه سینما شروع کرد به حرکت کردن، میتونست واقعا تبدیل به یک جریان صنفی مقتدر و مستقل بشه. میدونید ما مثلا بحثی رو که اون زمان داشتیم یادمه که کل مسئولان سازمان برنامه و بودجه خودشون اومدن خانه سینما، اومدن نشستن و اونجا گفتن آقا این پولی رو که داره به شما داده میشه، اولا مثلا 1/10 رو دارن به شما میدن چون به اسم شما دارن از ما میگیرن و 1/10 رو به شما میدن و بعد با 1000 تا شرط و شروط میدن و بقیهش خرج چیزای دیگه میشه و شما اینو میتونید بیایید از طریق مراحل قانونی تبدیل به نمیدونم ردیف بودجه بکنید، اینا بکنید. و اونها تازه داشتن راه قانونیش رو به ما میگفتن که ما چگونه بتونیم خانه سینما رو بیاریم و سر به اصطلاح تو یک هم شکل قانونی چیزتری پیدا بکنه و همین که سر پای خودش بیسته، ردیف بودجه داشته باشه، بتونه دیگه دستش دراز نباشه، مشکلی که الانم به شدتی بیشتر از قبل هنوز در خانه سینما وجود داره و باعث شده که هیچ وقت خانه سینما نتونه اون ساختار صنفی مناسب خودش رو پیدا بکنه. یعنی خانه سینما از همون دوران به بعد، اون دوران میرفت به این که تعریف واقعی خودش رو داشته باشه، یعنی بتونه تبدیل به صنفی بشه که یک مرکز صنفی بشه که برای اعضاش کارساز باشه و اون اعضا بتونن خودشون رو وابسته به این بدونن و این اتفاق نیفتاد. خود اون جریانات سینمایی در واقع جریاناتی که توی مثلا توی حوزه شکل گرفته بود، تغییراتی که توی حوزه شکل گرفته بود، بعد بخشی که بعدش مثلا با اومدن سیف الله به وزارت ارشاد شکل گرفته بود، بعد از اون اتفاقاتی که توی خانه جشن سینما افتاد و خب منجر شد به دستگیری من و هیئت مدیره که ما چند شبی رو بازداشت بودیم و بعدم انفرادی بودین و آره در منکرات دیگه، درسته؟ آره دیگه در منکرات، چون ما کار منکراتی کرده بودین دیگه، شرایطی که اتفاق افتاده بود جرممون منکراتی بود، جرممون فحشا و فساد و فحشا بود. بعد حجابی بود جمعتون دیگه؟ آره دیگه، یه بخش عمده ایش اینجوری بود که حالا ما یک گروهی که تو به اصطلاح سالونی که برگزار میشد
یک باره، یعنی مثلا یه 10 دقیقه قبل از شروع جشن یک گروهی ریختن تو از دری که قرار از درایی که قرار بود بسته باشه و با مدیر مجموعه بین الملل سالن نمایشگاه بین المللی ما چیز کرده بودیم، به اصطلاح قرار گذاشته بودیم که درهای سمت چپ سالن بسته باشه که ما بتونیم درهای سمت راست رو کنترل کنیم. یه 10 دقیقه مونده بود، حالا دیگه بعدش مشخص نشد با چه برنامه‌ای یه گروهی یه دفعه ریختن و نشستن و عکاسایی که خب اون سال هم خیلی بیشتر اومده بودن، یعنی اصلا اومده بودن عکساتون رو بگیرن چاپ کنن. حالا من از زودتر چون مجبورم یه تیکه تیکه برگردم عقب فلش بک بزنم. ما در دوره اولی که دوره اول خاتمی، خب بچه های سینما خب به دلیل ارتباطی که با خاتمی داشتند به شکل خودجوش خیلی سعی کردند و خیلی فعالیت کردند و تأثیر هم داشتند، تأثیر داشتند رو جامعه. ولی بعدش شکلی که منتشر شد این بود که اصلا انگار سینما مثلا خاتمی رو آورده و رئیس جمهور کرده و از یک زمانی، یعنی مثلا یک سالی مونده بود، یه 7-8 ماهی مونده بود به انتخابات دوم، دوره دوم خاتمی، فعالیت هایی یه دفعه شروع شد در جهت اینی که خانه سینما رو از اون فضای قبلیش خارج بکنن، در حالی که واقعیتش این بود که تو اون انتخابات اولم خانه سینما واقعاً به شکل شخصی آدماش نقش داشتن، اما به شکل تشکیلات خانه سینما تا آخرین لحظات هیچ گونه فعالیت سیاسی خود خانه انجام نداد و حتی اتفاقاتی که گفتم افتاده بود اونجا هم مانع می‌شدن هیچ پوستری رو، مثلا هیچ فعالیت صنفی رو داخل خانه اجازه نمی‌دادیم انجام بشه به دلیل اینکه همین مشکلات به وجود نیاد. اما بعد از نیمه دوم خب شرایطی پیش اومده بود که حالا اون جریان که انتخابات رو باخته بود تمام سعیش این بود که این دفعه خانه سینما رو طوری به اصطلاح در مجلس هم باخت، مجلس هم افتاد دست بچه‌های اصلاحات، یعنی طوری اینا مجلس ششم کلاً آره یعنی طوری در فضایی رو قرار بدن که خانه سینما دیگه اون موقعیت سابق رو نتونه داشته باشه. و به همون دلیل ما جشن سینما رو موقعی که توی 80 می‌خواستیم برگزار بکنیم از 48 ساعت قبلش خیلی به ما اخطار دادن، حتی از جریان‌های اطلاعاتی مثلا دوستانی که مرتبط بودند به ما هشدار دادن که تو این جشن ممکنه اتفاقاتی بیفته و ما حتی تو 48 ساعت قبل شروع کردیم جلسات اضطراری گذاشتن خیلی از برنامه ها، حتی خیلی از مدعوین رو، مثلا یادم اون زمان ما انوشیروان روحانی رو دعوت کرده بودیم، قرار بود که اونجا تکنوازی داشته باشه، یا محمود دولت‌آبادی یا خیلی های دیگه بودن که من شخصا خودم انوشیروان یا پسرش نه خودش و عذرخواهی کردیم ازشون و گفتیم که حالا یه مواردی هست که ما خیلی نمیتونیم پذیرش این همیشه این موارد هست. و بعدش اون اتفاقاتی که در طول جشن افتاد، آها قبلش سیمونیان که خب مسئول روابط عمومی خانه بود همون زمان مثلا اومد، یعنی تقریبا 3 روز مونده بود به جشن، گفتش که من خیلی احساس خطر میکنم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه ما توی دوره‌های قبل 3-4 سال قبل که برگزار میکردیم همیشه مثلا رنج کسایی که به عنوان عکاس خبرنگار درخواست میکردن بین مثلا 80-90-95 نفر اینا بودن، الان نزدیک 200 نفر تا حالا تقاضا دادن که به عنوان عکاس خبرنگار بیان و من خیلی از اینا رو نه خودشون و نه سازمانشون رو نمیشناسم. که بعد گفتم خب اشکال نداره، شما کار خودتو انجام بده، بالاخره چیزاشون رو در اختیارشون قرار بده، مجوزشون در اختیارشون قرار بده. روزی که ما
این اتفاق افتاد، یعنی اون چند لحظه مونده بود به جشن شروع بشه، یه دفعه این درهای سالن باز شد و این گروه ریختن، دیدیم که جماعت عظیمی از این عکاسا ریختن وسط سالن و شروع کردن به جای صحنه اونا از این تماشاگر را عکس گرفتن. و اونجا اونایی که نشسته بودن. اونایی که نشسته بودن. و اونجا من متوجه شدم که این بالاخره یه برنامه و یک چیزی پشتش بوده. که خب همین هم بعداً ثابت شد، حالا بعداً توی موارد بعدی که اطلاعات بعدی که دست ما رسید که معلوم شد که بالاخره یه برنامه ریزی هایی بوده برای اینکه یه اتفاقاتی اونجا بیفته. و خب اون سال شاید مثلا یه گروهی این تصور رو داشتن که خانه سینما رو از سرش، که حالا سرش میشد هیئت مدیره خانه سینما، در واقع به شکلی بی آبرو بشن که دیگه نتونن تو این محدوده بتونن فعالیتی رو انجام بدن. خب حالا با اتفاقاتی که اون سال افتاد و هم دیدن و حمایتی رو که چیز سینما کردن دستن در کارا و به خصوص چهره های اصلی سینما کردن، خب بخشی از این پروژه‌ای که بود انجام نشد. همچنان که ما مثلا اونجا خب هم هیئت مدیره هم حتی خود مسئول روابط عمومی حکمای نسبتاً دراز مدت برامون زده شده بود که این احکام خب اجرا نشد. شرایط هم البته با الان خیلی متفاوت بود. هنوز اون فضای عمومی که بود هنوز اونا تأثیر داشت و بعد ارتباطات گفتگوها هنوز فضای اصلاحات باقی مونده بود. باقی مونده بود. گفتگوها میتونست انجام بشه. بعد از اون خب خیلی از دوستان تو خانه سعی کردن که بتونن با گفتگو این مسائل رو حل بکنن و نذارن در واقع مسئله به شکلی بغرنج بشه که هم برای حاکمیت مسئله ایجاد بکنه هم برای خانه، و در واقع یک جور قضیه فیصله داده شد. خب اگر دوره اصلاحات بگذریم، تو 8 سال بعدی که در واقع میشه دوره اول احمدی نژاد به دوره دوم احمدی نژاد، دوره جعفری جلوه به دوره شمقدری، دوره جعفری جلوه تو کار کردی و دوره شمقدری کار نکردی، دوره احمدی نژاد تو خانه سینما بودی تو؟ نبودیم. نه من دو دوره احمدی نژاد تو دوره تو چیز نبودم، یعنی خانه سینما دیگه من اتفاقا فیلم تقاطع رو داشتم کار میکردم، یعنی که احمدی نژاد اومد سر فیلم برداری بودیم که احمدی نژاد اومد سر کار انتخابات 84 توی انتخابات 84 اومد و بعد از اون در واقع بعد از تقاطع من دیگه توی دوره احمدی نژاد هم کاری نکردم. یعنی دوره شمقدری کاری نکردی؟ دوره جعفری جلوه که به حال دوره بهتری بود کار کردی؟ بله دیگه، اون دوره دوره‌ای بود که فیلم چیز رو، فیلم زادبوم رو شروع کردیم که زادبوم هم خیلی داستان غریبی داشت. یعنی در واقع زادبوم یک طرحی بود که میرکریمی نوشته بود و حالا چون فیلم تقاطع هم دیده بود و خیلی دوست داشت و دوست دارم این طرح رو تو کار بکنی، که من فیلمنامه‌ش رو با فرید مصطفوی نوشتیم. این سفارش در واقع سفارش حوزه بود به من، یعنی حوزه منو صدا کرد، حوزه آقای زم، البته حوزه زم، حوزه صدا کرد و گفت ما یک کاری رو می‌خوایم انجام بدیم و من این طرح رو ارائه دادم و اینا خوندن طرحی که میرکریمی نوشته بود و خیلی اصرار داشتن که همین الان شروع کنیم. گفتن خب این طرحه، نمیشه، این باید فیلم نامه بشه، و که از سینا قرارداد رو بستن و گفتن که از همین الان شروع کنیم به کار، و من چون معمولا باید فیلم نامه رو کامل بکنم خب نپذیرفتم و وایستادم فیلم نامه کامل شد. فیلم رو در واقع در دوران بعد از زم ساختیم، این دورانی که زم رفته بود، و فیلم خودت هم می‌دونی فیلم بسیار سختی بود، فیلمی که تو 3 تا کشور فیلم برداری می‌شد، تقریبا نزدیک به 2 سال این پروژه تولیدش طول کشید، چون بین مراحل فیلم برداری هم خب زمان‌های مختلف داشت، من 3 گروه فیلم برداری مختلف داشتم توی آلمان که کار میکردم، مثلا کلن با گروه آلمانی کار کردم، و فیلم بعدن هم اومد توی جشنواره و
حالا 4 تا سیمرغ گرفت، من جمله سیمرغ نگاه ملی. ولی درست در فاصله ای که ما اومد و قرار بود که مثلا توی اوایل تابستون اکرام بشه، در اون فاصله فیلم توقیف شد، به دلیلی که من هیچ وقت البته نفهمیدم. و این جزء عجایبی بود که توی این پرونده این فیلم، چون بعداً بعد از 8 سال که رو شد، من واقعاً خیلی مایوس شدم از این جنس فضایی که توی ارشاد معیوب اون زمان و معیوب تر این زمان وجود داشت. و این بودش که بعد از 8 سال که فیلم توقیف شد و نمایش داده نشد، در کل دوره شمعدری و تعطیل شدن خانه سینما و بعد همه اون اتفاقات، بعدن زمانی که تو دوره بعد من اومدم و فیلم در دوران ایوبی فیلم رو دیدن و همه فیلم رو من برای چیز از دفتر روحانی قبل از اینکه رئیس جمهور بشه زنگ زدن، گفتن که آقای روحانی میخواد فیلم رو ببینه. من فیلم رو بردم، نسخه فیلم رو برای روحانی تو همون دفتری که روبروی پارک نیاورم، بله اون مرکز استراتژی، مرکز اونجا دیدیم که یه دفعه سالن 400-500 نفر است، دیدیم که جماعت همه با خانواده اومدن نشستن و ما با آقای روحانی فیلم رو دیدیم. و بعد دقیقاً موقعی که فیلم تموم شد گفت اینو کی توقیف کرده؟ گفتم والا اگه شما فهمیدی منم فهمیدم، چون من هیچ وقت نفهمیدم این فیلم کیه. گفت بعد حالا یه فیلمی رو نام برد از یه کارگردان حزب الله که اون زمان ساخته بود، گفت اینا یک آشغالای مثل اینو چیز میدن و یک فیلمی ملی رو مثل این نمیگذارن نمایش بدن. اسم اون کارگردان نمیخوای بگیری؟ نه دیگه، حالا دلیل احتمالا خودش میدونه. بعد فیلم خب در زمان ایوبی پروانه گرفت، اما خودت میدونی دیگه فیلم هایی که به خصوص فیلم های سیاسی که زمانش بگذره، حالا مثل نون بیات میمونه که به نه به درد لعنت دنیا میخوره نه آخرت. اول اصلا خیلی کوتاه میخوام دوره 84 تا 88 و 88 تا 92 رو که دوره 88 هم میشه، اتفاقات 88 میفته، یه تحلیل خودت به من بدی. اصلا برخورد تو با 88 چجوری بود؟ والا من ببین، من بعد از اون دوران چیز که اتفاق افتاد، دوران سر زادبوم، انقدر زادبوم برای من اثر منفی گذاشته بود که به کلی از سینما فاصله گرفته بودم. یعنی شرایطش پیش اومده بود که حالا یه دوره من فیلمنامه رخ دیوانه رو، حالا فیلمنامه رو گرفته بودم اون زمان، فیلمنامه رو ما خریده بودیم و یه دوره قرار بود با سازمان سینمایی که همون زمان این آقای عسکرپور اونجا مسئولش بود، مسئول بخش فرهنگیش بود، انجام بدیم. سازمان سینمایی؟ سازمان سینمای شهرداری. آه شهرداری. مال شهرداری که قرار بود با مشارکت ما انجام بدیم، که اون دوره خب حتی با تا قرارداد کامل هم رفتیم و همه کار رو کردیم، که فیلمنامه البته در اولش متعلق به اونا بود. پیش تولید هم شروع کردیم، 5 سال قبل از ساخته شدن نسخه رخ دیوانه بود، یعنی اولیه قرارداد هم بستیم. بعد سازمان مال همین شهرداری، سازمان مؤسسه چه فرهنگی و هنریه چه اسمش، اون یه دفعه زد زیر قرارداد، گفت ما پول نداریم و فلان، و تولید خوابید و با شرایطی شد که من در واقع مجبور شدم 6-7 سال صبر کنم تا برسم به نسخه دومی که قرار بود ساخته بشه از رخ دیوانه، همون نسخه ای که بعداً ساخته شد. و تو اون دوران کاملا من فاصله گرفته بودم از سینما و از موقعیت های سینمایی کاملا فاصله گرفته بودم و واقعا حتی
قصد کار به اون معنا نداشتم. تو اون فاصله البته من تنها چیزی رو که بود ساختم یه سریال برای تلویزیون ساختم. بله زمین انسان‌ها که خب یه چند سالی هم مشغول اون بودم. به همون دلیل به عنوان شاید مثلا به عنوان تأثیری که رو کار من گذاشته، خیلی اون دوران از نظر من یک دوران گذرایی بود. این دورانی نبود که من خودم توش فعالیتی داشته باشم. برای که برسیم به مسئله امروز، ناچارم دوره آقای روحانی رو ازش بگذرم و برسم به امروز، چون هم میخوام نظرت راجع به تلویزیون امروز بدونم، هم راجع به مدیریت فرهنگی سینما در امروز بدونم. تلویزیون که با صراحت کامل بگم به نظر من فاتحش خونده است. یعنی تلویزیون چون من باز یه ذره فلاش بک بزنم، آره خیلی خوب فلاش بک بزنم، این آقای جبلی اولین جلسه ای رو که داشت، جلسه ای بود که من و موسوی و شایسته و فکر کنم شاه سواری بود به عنوان شورای عالی تهیه کننده ها رفتیم پیشش، که تو همون جلسه حکمش از به اصطلاح بیت رهبری تلفنی بهش ابلاغ شد. اونجا من اولین صحبتی رو که پیش کردم گفتم آقای جبلی ببین، منی که با شما حرف میزنم از سال 52 تو این تلویزیون بودم، یعنی از 5-6 سال قبل از انقلاب، چون ما اون زمان اگه یاد باشه مسائل تلویزیون هم تو خود تلویزیون، بله بله بله، یعنی پایین ساختمون پخش و ساختمون مسائلی بود. و بعد مثال زدم براش که چه اتفاقاتی در اون زمان میافتاد، چه فراگیری تلویزیون اون زمان داشت و چه انزوایی رو شما الان دارید و شما الان در یک فرصتی اومدید و میتونید این انزوا رو ترمیم کنید، یعنی که این انزوا رو تشدید بکنید. و متاسفانه اتفاقی که در اون مدت افتاد، معلوم شد که خب اینها تلویزیون رو صرفاً به عنوان یک پایگاه سیاسی ایدئولوژیک یک جریان فکری خاص میدونن و اون لفظ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هیچ ارتباطی با مخاطب ملی در واقع نداره. و ما در کشوری هم هستیم که خب پایگاه های خصوصی نداریم که بگیم آقا سلیقه های مختلف مردم از اون داره میشه، پس حاکمیت حالا میتونه یک پایگاه داشته باشه. بالاخره این جریان حتی اگر بخشی از کارش هم اینه که یک پایگاه فکری باشه برای حاکمیت، اما تنها پایگاه واقعی هستش که برای مردم ایران وجود داره و این کاملا چیز خودش رو از دست داده بود. یعنی اگر معتقدی اگر تلویزیون قرار پایگاه فکری باشه برای حاکمیت، باید تفکر اکثریت، نه تنوع فکری داخل جامعه رو مد نظر داشته باشه. این ببین تا یه دوره هم بود، یعنی ما تا دوران هاشمی، حتی دوران هاشمی، دوران لاریجانی، باز این تنوع سلیقه‌ها هم توی برنامه سازهای تلویزیون وجود داشت، توی کسانی که اونجا کار میکردن وجود داشت، هم توی طیف بیننده هاش وجود داشت. یعنی ما تو دوران اول تلویزیون خب گاهی وقتا بالای مثلا 70%، 60-70% از طیف بیننده، ما بیننده 80% داریم، بیننده 90% داریم، داشتیم، اما خب الان نداریم، داشتیم. خب الان چگونه میشه که خودشون هم، یعنی خود مدیران اونجا هم پذیرفتن که جماعت ثابت بیننده اینها بین 10-15% هستن؟ یعنی 10-15% به عنوان جریان ثابت بیننده تلویزیونی در یک کشور 80 میلیونی 90 میلیونی، خب این باعث، نه تنها باعث هیچ افتخاری نیست،
بلکه خیلی مسائل دیگر رو میتونه تداعی بکنه که یک تلویزیون انحصاری که بعد به جای اینی که بخواد این فضای خودش رو ترمیم بکنه به انهای مختلف سعی میکنه فضاهای دیگه‌ای که به وجود میاد اونا رو هم تحت سلطه خودش قرار بده. مثلا فرض کن حالا بعد از این داستان یکی از کشوهاکشای عمده‌ای رو که ما داشتیم این بود که خب این جریاناتی مثل چیزایی که به وجود اومد، همین پلتفرمایی که نمایش ویدئویی رو در واقع نمایش خانگی رو عرضه کردند، اینها خب به شکلی حالا اشکالات زیادی هم داشتن و دارند، اما به شکلی تونستن یه مقدار به سلیقه مردم نزدیک بشن و به همون میزان هم تونستن در طول این مدت یه برنامه‌هایی رو تولید کنن، یه خورده مخاطب رو جلب کنن. اتفاقی که افتاد به جای اینکه تلویزیون بخواد مثلا تو این شرایط خودش ترمیم بکنه، یه تحلیلی از شرایطش داشته باشه، یه تفسیری از به اصطلاح مسئولیت خودش نسبت به جامعه خارج از اون مسئولیت سیاسی، خارج از اون وابستگی که به حاکمیت داره، اون نقشی رو که به عنوان رسانه انحصاری تنها مجرایی که حتی شکل سرگرمیش رو بگیریم با این مخاطب عظیم بیچاره‌ای که الان روز به روز داره فقیرتر میشه و روز به روز داره از نظر امکانات تولید سرگرمی داره دستش تهی‌تر میشه، به جای اینکه به این مسئولیت بپردازه، به نظرم همه فکر ذکر خودش رو گذاشته در اون وابستگی. من به شخصه نسبت به اون وابستگی هیچ مسئله‌ای ندارم. به نظرم این وابستگی در زمان شاه هم موجود بود، یعنی قطبی هم در زمان شاه بخشی از وابستگی خودش رو نسبت به جریانی که حاکمیت می‌خواست داشت، اما از اون طرف نقش خودش رو و ارتباط مسئولانه خودش رو در ایجاد اون فضای سرگرمی، فضای آرامش، فضای ارتباط با اکثریت جامعه فراموش نمی‌کرد. و این چیزیه که حتی به نظرم دیگه به مخیله مسئولین جدیدی که توی تلویزیون هم هستن نمیرسه. و من به شدت متاسفم که تلویزیون در با وجود این گسترش واقعا شاید 100 برابری، چون زمانی که ما تو تلویزیون کار میکردیم کل تعداد چیزای تلویزیون مثلا به 2000-3000 نفر هم نمیرسید در تمام ایران. و آخرین آماری که من یادمه که تو من زمان لاریجانی از تلویزیون اومدم بیرون، آخرین آماری که داشتم اینا نزدیک مثلا اگه درست بگم چون آمار 200-300 هزار نفر مثلا چیز داشتن کارمند و در کل به اصطلاح این شبکه‌های مختلف و در سراسر ایران براشون کار می‌کرد. آره دیگه ببین دوره‌های مختلف تلویزیون داشته دیگه، دوره آقای هاشمی که تو بودی، دوره آقای لاریجانی که تو بودی، بعد دوره آقای زرقامی و بعد دوره آقای عسکری و حالا دوره آقای شجریان آمد باش مصاحبه شد، سریال فلسفی مردان فلسفه پخش شد. یعنی در واقع اون سریال بی‌نظیر پخش شده قضیه. یعنی در دوره آقای زرقامی احمد رضا احمدی آمد، شمس لنگرودی آمد، مسئول کیمیایی آمد تلویزیون. یعنی همه اینا آمدن تلویزیون در واقع. این مسئله فقط حضور افراد. نه من نمیگم، آره من برنامه تفریحی چون الانم ممکنه الانم دوستان گاهی وقتا مثلا افرادی رو میارن که خیلی هم مخالف خوانی میکنن، خیلی هم صحبت برنامه شیوه میگیرن، بله خیلی هم صحبتهای تند میکنن، اما مسئله اینه که اعتماد مردم از تلویزیون سلب بله. شده. یه مشکل به نظرم یه مشکل بزرگ وجود داره که بسیارم خطرناکه، اونم فضای لجبازی که مبتنیه بر اون تفکر ایدئولوژیکی هستش که به خصوص گروهی که مدیریت میکنن این جریان ها رو برش حاکمن و باعث شده که این انشقاقی که بین
مردم و حاکمیت هست روز به روز بیشتر بشه. و اونم اینه که اون فلسفه همینی که هست، فلسفه لجبازی کردن، فلسفه اینه که این حرفی رو که ما میگیم به هر ترتیبی شما باید بپذیری. این حرف امکانه، یعنی اینی که ما سال هاست روز به روز، هفته به هفته، ماه به ماه داریم امکان گفتگو رو، اجزایش رو کاملا از دست میدیم و الان تقریبا میشه گفت به کلی ارتباط ما با همه جریان های حاکمیت قطع شده، به عنوان گفتگو کردن، به عنوان ارتباط برقرار کردن، به عنوان چالش فکری کردن. چون این جریانی که میگه آقا حرف من همینه و تو باید بپذیری، و جامعه ممکنه در یک شرایطی واقعا خب اینو از سر ناچاری سکوت بکنه، اما این سکوت خطرناکتره از هر گونه حرکتی که ممکنه در اون لحظه به وجود بیاد، چون اثرات بعدی داره، زمینه هاشو به شکل زنجیره‌ای ما تو همین اتفاقات میبینیم دیگه، اتفاقات سیاسی که از دوران 88 بعد 96 بعد 98 بعد نمیدونم جریان مهسا اتفاق افتاد. این معناش اینه که این داستان ادامه دار خواهد بود. و چرا باید منی که به عنوان یک اصطلاح یکی از اجزای چیز فرهنگی هستم، ارتباط فرهنگی بالاخره هستم، چرا باید احساس بکنم که همه امکانم رو برای ارتباط از دست دادم؟ یعنی وقتی که منی که میخوام فیلم بسازم، همچنان در این دوره‌ای که همه چیزا برداشته شده، یعنی شما به راحتی با همین موبایلی که دستته میتونی فیلم 4K بسازی، شرایطی رو که در ارشاد یا در جاهای دیگه روبرو هستم از شرایط دهه 60 اگر سخت‌تر نشده باشه اصلا تفاوتی عملا نکرده. این خب فاجعه است، اینی که شما با یک مجموعه روبرو بشی که این مجموعه نه تنها رشد نکرده بلکه عقب رفته، برگشته به همون فضایی که پونز فرو میکردن تو پیشونی مثلا خانم‌ها برای اینکه روسری سرش بکنه. خب این شرایط برای من آدمی که ارتباطم، تنها ارتباطم ارتباط فرهنگیه، چه با جریان حاکمیت چه با مردم، من با گفتگو میتونم، من اهل دعوا و مرافع و چیز نیستم، اما وقتی راه گفتگو بسته میشه عملا شما هیچ چاره ای ندارید به جز اینی که یا ترک میدان بکنید یا اینکه وارد میدان بشید. خب این شرایط خطرناکیه. این اتفاقیه که بخش اعظمش به لحاظ فرهنگی داره توی همین صدا و سیما میفته. یعنی من الان تو دوره‌های مختلف تفاوت صدا و سیما، خود صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو وقتی می‌بینم پشتم می‌لرزه که چرا ما به جای اینکه پیشرفت بکنیم اینقدر پس رفت کردیم، اینقدر تو فضای مدیریتی، تو فضای مدیریت فرهنگی ذهنامون بسته شده، ذهنای دوستان بسته شده به جای اینکه باز بشه، به جای اینکه بپذیرند که شرایط جهان، شرایط ارتباطی تغییر کرده، یک چنین فضایی رو به وجود بیارن که خودشون منادیان بشن که آقا ما اصلا تریبون این 10-15% هستیم، به بقیه کاری نداریم. این فاجعه است که یک مدیر رسانه ملی مثلا یک جایی اعلام کنه یا ازش نقل قولی آورده بشه که آقا بالاخره ما با همین 10% مدیونیم، مثلا 15%، 20% مدیونیم. خیلی تحلیل تقریبا جامعی بود. در مورد مدیریت فرهنگی سینما هم همین نظر رو داریم؟ به نظرم این دوتا به هم وابستن. ببین از یک جایی ما تو دوره های اولیهی که داشتیم، تو هر دورهی، ببین مثلا تو دهه 60 خب یک دورانی داشتیم که شاید خود ماها به عنوان کسانی که
من نوعی جزء کسانی بودم که تو این انقلاب کلی رفتم عکس گرفتم، کار کردم، تو جاهای مختلف حضور داشتم، اما بلافاصله بعدش در خیلی از جاها شک کردم، یه جایی هم پشیمون شدم. و این شرایط، منتها شرایط به گونه‌ای بود که شما تو هر دوره میتونستی تحلیل خودتو داشته باشی. یعنی مثلا توی دهه 60، دهه 70 میدونستی مثلا با دو تا جریان فکری روبرو هستی توی خود نظام، اگر بخوای باشه. حالا یک جریان فکری اصلاح طلب، یک محافظه کاره، یک اصولگراست، و این دوتا ماهیتاشون مشخص بود. جنس رفتارشون رو شما تشخیص میدادید، نوع رفتار فرهنگیشو، نوع رفتار اقتصادیشو، نوع رفتار سیاسیشو، اینا رو میتونستی تشخیص بدی، میتونستی خودتو آماده بکنی برای اینکه این یک گفتمان داشته باشی، میتونستی خودتو آماده داشته باشی برای اینکه تحلیل داشته باشی. اینا به تدریج انقدر پیچیده شد و جریانات رفت و الان آنچنان در هم آمیخته است که شما هیچ جور نمیتونی تحلیلی از شرایط شما میدونی فرهنگ الان کی اداره میکنه، چه جریان فکری اداره میکنه. میگن جریان پایداری، اما من به نظرم نمیاد که کل جریان فرهنگ رو یا کل جریان اقتصاد رو یک جریان اداره بکنه. جریان های مختلف حتی بر ضد هم دارن کار میکنن اینجا توی رده های بالا، و این کشور رو گرفتار اضمحلال میکنه. یعنی تو شرایطی که تو دیدگاهی نداشته باشی، ظاهرا کشور داره با یک حکومت چیز اداره میشه، یه حکومت مقتدر مثلا که همه جهاتش هم یکی شده، قوه قضاییش، مقننش، مجریش، همه یکی شده، اما در جریان وقتی که میری نمیدونی اونی که داره ماشین به تو میفروشه، ماشین به تو میندازه با 10 برابر قیمت، ماشین بنجل میندازه، به کدوم یکی از این جریانات، به کدوم جریان فکریه. و این باعث میشه اونی که نمیدونم تو رو مجبورت میکنه که بری، و چون هیچ وسیله ای نیست، مثلا یک وسیله داخلی که فردا از کار میفته رو بخری، این به کدوم جریان وابسته است؟ چون اون چیزی که پشتش هست صنعت نیست. یک زمانی ما صنعت داشتیم تو این مملکت، الان بحرانایی که به وجود میاد به جای اینکه رفع بحران بشه، یه عده‌ای در اون بحران تشدید میکنن برای اینکه نفع اقتصادی داشته باشن. الان شرایطی رو که به وجود اومده در مورد این فضای فساد بیمارگونه‌ای که توش اگر در واقع فاسد بودن تبدیل به فضیلت شده، تبدیل به هوشمندی شده، خب اینها خطرات اصلی جامعه است. اینی که شما در یک شرایطی داری به سر میبری که نمیدونی به کی باید اینها رو بگی، کدوم مرجعی باید به اینها رسیدگی بکنه، چون با هر مرجعی که روبرو میشی با این چندگانگی، با اینی که از تو خود اونها هم این مسائل میزنه بیرون، خودشون هم واقفن، خودشون هم اینو خیلی وقتا ابراز میکنن، این در هم ریختگیه که الان هست و باعث میشه که حالا به نظر من از سر اجبار حاکمیت به یک زبان برسه، زبان همینی که هست. این خطرناکترین زبانیه که بین یک جریان حاکم و یک گروه مردم معترض، یک اکثریت معترض میتونه به وجود بیاد. این نمیتونه پایدار باشه، یعنی به هر شکلی که شما فکر بکنی نمیتونه پایدار باشه. این جریان همون گونه که به یک نوعی توی تلویزیون و به شکل تشکیلاتی و سازمان یافته جریان داره، توی جریان ارشاد و جریان سینما هم وجود داره. حالا آقای خزایی اینجا، من خزایی رو خیلی هم دوستش دارم، آدم خیلی خوبی هم هست، ولی مصاحبهش رو با خودت دیدم، این رویه قضیه است. باطن قضیه همراه بودن با یک جریانی هست که اون جریان به نظرم هیچ جور به هیچ شکلی با هیچ
دیلمی نمیشه اکثریت، اینی که اکثریت جامعه طرفدار این چیز هستند، این تفکر فرهنگی هستند، با این به اصطلاح اینو پذیرفت. و این مهمترین مشکلیه که الان آقای خضایی داره. آقای خضایی سعی میکنه که به هر حال از خودش یه چهره لیبرال تر هم نشون بده، اما واقعیتش این نیست که چون ایشون هم تو همین چرخدنده این چندگانگیه، اینی که شما معلوم نیست با کی طرفی، با چه تفکری طرفی، اونم به شکلی با همین روبروه. به همون دلیل هم هستش که میگه من مجریم، فکر از یک جای دیگه داده میشه. راست میگه، اما بازم نمیفهمیم ما فکر از کجا داده میشه. این مشکل ماست. ما یک زمانی میدونستیم فکر از کجا داده میشه، میدونستیم با کی باید حرف بزنیم، با کی باید مخالفت کنیم، با کی باید موافقت کنیم. الان دیگه نمیشه اینا رو تشخیص. خیلی متشکرم اول حسن داودی عزیز. تحلیل جامعی هم از سینما کردی، هم در تلویزیون هم سینما. خیلی ازت ممنونم، خیلی متشکرم. امیدوارم که فضای گفتگو باز بشه و جامعه‌ای که نیاز به گفتگو داره، همه طرفین بتونن با هم گفتگو کنن و گفتگو بتونه راه حلی باشه برای حل این مشکلاتی که تو گفتی. به هر حال ببین، یک چیزی من جمله آخر و جمع‌بندی آخرم بکنم. این جریان مهسا در طول این یک سال یه درس بزرگ به همه ما داد، به همه جامعه ایران داد. اونم اینه که جز به خودمون به هیچ کس دیگه وابسته نباشیم. یعنی شرایطی که الان اتفاق افتاد نشون داد که همه اون شعارهایی که از بیرون میاد، شعارهایی که از دولت‌های خارجی، از شرق میاد، از غرب میاد، از چین میاد، از روسیه میاد، از آمریکا میاد، از اروپا میاد، همه جز منفعت خودشون چیزی درش نیست و ما جز خودمون هیچ کسی دیگر رو نداریم. و این حاکمیت هم شما چه بخواین چه نخواین، چه دوست داشته باشین چه نداشته باشین، جزئی از خودمون هستن. بنابراین ما جز گفتگو، جز اینی که راه گفتگو رو باز بکنیم، جز اینی که این شرایط همینی که هست تعدیل بشه، جز اینی که دوستان گوشاشون رو باز بکنن و بدونن که برای منافع خودشون هم که شده این به این گفتگو نیازمندن، به این ارتباط با مردم رو نمیشه تا ابد تنبیه کرد. اکثریت جامعه رو نمیشه تا آخرین لحظه در حال در شرایط عسر و حرج نگه داشت. اینها شرایطشون و ملت ایران هم نشون داده که به شدت شرایطی رو داره که نمیشه عکس العملش رو حد زد. یعنی این حالا هوشمندی سابقه تاریخی، اینی که ما از دوران مغول تا حالا همواره مورد تجاوز واقع شدیم به اشکال مختلف و راه‌های غلبه بر این تجاوز رو یاد گرفتیم. آیا اینه؟ هر چی که هست، چیزایی که اتفاق افتاده برای مردم ایران شما به لحاظ رفتاراشون قابل پیش بینی نبوده. همه به اصطلاح منافذ رو می‌بندن، از یه منفذ دیگه یه چیز دیگه میزنه که هیچ کس تصورش رو نمی‌کنه. و این نه به نفع حاکمیت، نه به نفع مردم. این شرایط، چون اگر این اتفاق بخواد با این به اصطلاح روند پیش بره، روز به روز برای هر دوتا بدتر میشه. پس ما هیچ چاره دیگه نداریم که به خودمون در واقع متوسل بشیم. حالا ممکنه یه عده اونور دوست نداشته باشن، بگن این نمیدونم، یه عده فقط براندازی رو بخوان، یه عده فلان. نه، من فکر میکنم هیچ چاره ای نداریم که ما با هم حرف بزنیم. خیلی خیلی متشکرم، خیلی خیلی ممنونم ازت، برات آرزوی موفقیت دارم. خیلی ممنونم از بینندگان عزیزم که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودن. تشکر میکنم، شب بخیر.